سلام میکنم به همه دوستای خوبم هم. امیدوارم حالتون خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین در ویدیوی قبل با هم دیدیم که مفهومی به نام شتاب متوسط یعنی چی در حقیقت شتاب یعنی چی و بعد شتاب متوسط یعنی چی دیدیم که اگر یک جسم از یک نقطه یک به یک نقطه دو حرکت بکنه حالا روی یک مسیری مهم نیست چه مسیری و بعد در طول این مسیر سرعتش تغییر بکنه من میام و تعریف میکنم شتاب متوسط رو که برابر هست با تغییرات سرعت یعنی وی دو منهای وی یک تقسیم بر زمانی که طول کشیده این تغییرات انجام بشه در حقیقت آهنگ تغییر سرعت رو بهش گفتم شتاب متوسط حالا میخوام یک نمودار جدید رو معرفی بکنم نموداری به نام نمودار سرعت زمان که محور عمودی سرعت هست محور افقی زمان واحد زمان متر بر ثانیه هست واحد ببخشید واحد سرعت متر بر ثانیه هست واحد زمان ثانیه و بعد ببینیم روی شکل سرعت زمان شتاب متوسط یعنی چی خب فرض کنید من یک نقطه یک دارم که اینجا روی شکل مشخص کردم و یک نقطه دو اینجا و بعد از نقطه یک حرکت میکنم میرم به نقطه دو و این نمودار تغییرات سرعت رو در هر لحظه از زمان ببخشید خود سرعت رو در هر لحظه از زمان به من نشون میده پس اگه من مثلا یک لحظه مثل اینجا رو انتخاب بکنم نقطه روی این نمودار سرعت اون لحظه رو داره به من میده خب پس با این به این نمودار فکر بکنید و قشنگ سعی کنید برای خودتون جا بیفته که این نمودار یعنی در هر داره به من چی رو نشون میده خب بنابراین چیزی که من میتونم بگم اینه که این نمودار داره وی رو به صورت یک تابعی از زمان مثلا جی تی خب من اف نذاشتم چون اف رو برای مک مکان استفاده کرده بودم وی رو داره به صورت یک تابعی از زمان به من در هر لحظه میده یعنی شما اگر به من زمان رو بدی من سرعت رو بهت میگم خب این نمودار سرعت زمانه حالا روی این نمودار شتاب متوسط این حرکت از نقطه یک به نقطه دو برابر هست با طبق تعریف وی دو منهای وی تقسیم بر تی من منهای تی یک که این مساوی میشه با من فقط اسم گذاری میکنم اسم دلتا وی دو یک میذارم دلتا وی و اسم تی من منهای تی یک رو میذارم دلتا تی دو یک که این نسبت برابر هست با طول این پارخط. یعنی از این نقطه تا این نقطه این پارخط. تقسیم بر این پارخط افقی پایین که طبق تعریف این نسبت دقیقا برابر میشه با برابر میشه با شی به خطی که نقطه یک رو به نقطه دو وصل میکنه من چند لحظه صرف کردم ببینم مطمئنم خودتون این گفتید پس شی به خطی که نقطه یک رو به نقطه دو در نمودار سرعت زمان وصل میکنه میشه شتاب متوسط نقطه یک به نقطه دو چون داره به من تغییرات سرعت رو در یک واحد زمانی مشخص میده حالا بیایید فرض بکنیم که من یک نقطه دیگر رو روی این نمودار در نظر بگیرم مثلا این نقطه و بعد بیام برای این نقطه مثلا نقطه سه بیام ببینم مثلا زمانش هست t س و سرعتش هم هست در اون لحظه v س. اون وقت میخوام شتاب متوسط رو از نقطه یک به سه حساب بکنم پس این بالایی شتاب متوسط بود از نقطه یک به دو حالا میخوام شتاب متوسط رو از نقطه یک به سه حساب بکنم که طبق تعریف این مساوی میشه با V3 منهای V1 تقسیم بر T3 منهای T1 یعنی چقدر طول کشیده از یک برم به 3 و در این بازه سرعت هم چقدر تغییر کرده نسبت این کسر میشه V3 منهای V1 تقسیم بر T3 منهای T1 که این مساوی میشه با دلتا V3 تقسیم بر دلتا T3 یک خب این فقط اسم گذاری هست برای V3 منهای V1 و T3 منهای T1 که باز هم طبق اون چیزی که من مطمئنم همه میدونید این نسبت برابر میشه با شی به خطی که نقطه یک رو به نقطه سه وصل میکنه یعنی شی به این خط رو اگر من حساب بکنم دقیقا برابر میشه با طول این پاراگراف پاراگراف طول این پاره خط تقسیم بر <تص طول این پاره خط خب حالا یک سوالی رو بیاید با هم جواب بدیم الان سرعت متوسط از یک به دو بیشتر هست یا از یک به سه طبق این شکل مطمئنم همه جواب دادید یک به دو چرا چون شیب خطی که یک رو به دو وصل میکنه بیشتر هست از شیب خطی که یک رو به سه وصل میکنه خب حالا من میخوام یه کار دیگه ای بکنم من میخوام بیام و این نقطه سه رو باز هم نزدیک بکنم به نقطه یک اگر بیارم نقطه سه رو به اینجا در این صورت من میدونم شتاب متوسط از این نقطه یک به این نقطه چهار پس این سه بود و این هست چهار میشه شی به خطی که یک رو به چهار وصل میکنه من دیگه نمیخوام بکشم اون خط رو چون شکلم خیلی شلوغ میشه و شما فقط روی شکل میتونید ببینید که این اتفاق میفته یعنی به خطی که یک رو به چهار وصل میکنه میشه شتاب متوسط از نقطه یک به نقطه چهار و من میتونم این رو دائما حرکت بدم به سمت نقطه یک یعنی بیام این نقطه رو نزدیک و نزدیکتر کنم به نقطه یک و دائم شتاب متوسط رو از نقطه یک تا اون نقطه حساب بکنم خب من این رو به شکل ریاضی چطور میتونم بنویسم این تغییر یعنی در حقیقت کوچک و کوچکتر کردن این فاصله رو میتونم بنویسم شتاب متوسط از نقطه یک به نقطه x خب x یعنی این عددی که دائم دارم من هی بزرگتر سه چهار پنج شیش همینجوری نقاط جدیدی که کشف میکنن در حقیقت انتخاب میکنم شتاب متوسط از یک به نقطه x مساوی میشه با وی ایکس منهای وی یک تقسیم بر تی ایکس منهای تی یک حالا کاری که من میخوام بکنم اینه که من بیام این تی رو نزدیک و نزدیکتر کنم به تی ایک. درسته یعنی اینجا تی چهار مثلا شد این بازش من دائم این تیم رو حرکت بدم به سمت تی تا این نقطه نزدیک و نزدیکتر بشه به نقطه یک خب پس من کاری که میکنم اینه که میام میگم اگر من حد vx من منهای وی 1 تقسیم بر تی من منهای تی 1 رو حساب بکنم به شرطی که تی هم بره به سمت تی ایک. خب یعنی تی ایکس هم نزدیک و نزدیکتر بشه به نقطه یک در این صورت من دارم چی رو حساب میکنم من دارم شتاب متوسط از لحظه یک تا یک لحظه خیلی کوچیک بعد از یک رو حساب میکنم و اگر این فاصله یک تا اون لحظه خیلی کوچیک رو کم و کمتر بکنم اسم این پدیده رو میتونم بذارم آ یعنی شتاب لحظه ای در زمان t1 خب یعنی من عملا دارم شتاب متوسط در زمان t1 تا t1 به علاوه یک عدد خیلی کوچیک رو حساب میکنم و اگر اون عدد خیلی کوچیک رو کوچیک و کوچیکتر کنم به نحو اینکه این tx این یعنی عدد دومم به خود t1 نزدیک و نزدیک تر بشه به اون عدد به اون کسر حاصل یعنی به اون حدی که حساب میکنم میگم شتاب لحظه ای در لحظه ای t که حالا طبق این علامت گذاری که من این بالا استفاده کردم شتاب لحظه ای در زمان T1 مساوی میشه با حد دلتا T به سمت صفر یعنی این دلتا T رو ببرم به سمت صفر V بخشید دلتا V تقسیم بر دلتا T یعنی من اگر بیام و این دلتا تی که دارم از نقطه یک در نظر میگیرم و این همه همه اینها دلتا تی هستن دیگه که همینجوری من میخوام کوچیک و کوچیک ترش کنم رو ببرم به سمت صفر در این صورت دلتا وی تقسیم برای دلتا تی به من شتاب لحظه ای در زمان تی رو میده که از ویدئوی سه چهار تا ویدئوی قبل مطمئنم یادتون هست که این مساوی میشه با دی وی به دی تی یعنی مشتق سرعت نسبت به زمان این کسر دقیقا تعریف مشتق است و باز هم طبق چیزی که از همون سه چهار ویدئوی قبل من مطمئنم یادتون هست در مورد یک مقدمه که من راجع به مشتق گفتم مشتق یک تاب نسبت به متغیری که اون تاب رو تعریف میکنه اینجا مشتق سرعت نسبت به زمان روی این نمودار برابر هست با شیب خط مماس بر نمودار در اون زمان خواست. پس این الان اگر من شیب خط نمو... این خط رو شیبش رو حساب بکنم که خط مماس بر این نمودار سرعت زمان هست در نقطه یک این دقیقا به من سر... شتاب لحظه ای متحرکم رو در لحظه یک میده پس من این رو می نویسم که شتاب لحظه ای در زمان T1 مساوی هست با شیب خط مماس بر نمودار سرعت زمان و چرا این برابر هست با شیب خط مماس چون شتاب لحظه ای عملا شتاب متوسط هست در زمان تی یک تا زمان تی یک علاوه یک زمان اپسیلون خیلی خیلی کوچیک خب و دیدیم این بالا که این شتاب متوسط از یک زمان تا یک زمان دیگه برابر هست با خطی که شیب خطی که اون نقطه رو به نقطه دوم وصل میکنه و اینجا اگر من خطی که نقطه یک رو به نقطه خیلی خیلی کوچیک بعد از خودش وصل میکنه رو حساب بکنم شیبش رو دقیقا مساوی میشه با همین شیب خط مماس بر نمودار در نقطه یک که به صورت ریاضی هم از تعریف مشتق دیدیم که این دوتا برابر هستن پس این میشه شتاب لحظه ای که من میتونم اینو یک جور دیگه بنویسم چون من اینجا گفتم که V یک تابعی از زمان هست پس میتونم این دوتا رو با هم ترکیب بکنم و بگم که شتاب لحظه ای برابر میشه با دی جی تی به دی تی یعنی مشتق معادله سرعت به, نسبت زمان هر لحظه به من داره شتاب رو میده پس اگر در یک سوال از شما پرسیدن که یعنی به شما گفتن که معادله سرعت یک چیز خاصی است مثلا وی مساوی هست با بذارید من اونجا رو شلوغ نکنم مثلا وی مساوی هست با تی دوی به علاوه دو تی مثلا شتاب رو در هر لحظه حساب کنید شما خیلی راحت میگید دی وی به دی تی مساوی میشه با دو تی به علاوه دو این معادله شتاب هست پس معادله شتاب از روی معادله سرعت به راحتی با مشتق گرفتن به دست میاد خب من در ویدئوی بعد در مورد رابطه نمودار مکان زمان و سرعت زمان و شتاب زمان و اینها خیلی دقیقتر باهاتون صحبت میکنم تا اون رابطه این سنمودار با همدیگه خیلی خوب جا بیفته در ویدئوی بعد میبینمتون خداحافظ